Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه درس گذشته ای است که در درس گذشته ما شما خواندیم که انسان هدفمند بود. انسان هدفمند گفتیم که انسان هدفمند چهار یا پنج شرط اساسی داشت. اولش هدفش را بشناسد. اول شرطش که باید هدف خود را بشناسد. و هدف یک مسلمان چی است؟ رضایت خداوند جل جلاله را حاصل نمودن. را حاصل نمودن. دوم حاصل نمودن خوشبختی دنیا و آخرت. یکی بود. دومی که انسان هدفمند تقسیم اوقات و برنامه منظم داشته باشد. سوم علامت انسان هدفمند ایست که انسان هدفمند ثروت‌های خود را به شکل مثبت مصرف میکند. و در قسمت ثروت ها گفتیم که عبارت از وقت است، مال است، علم است، توانایی و صحت است. چهارم علامتی که انسان های هدفمند دارند، علامت چهارمش چی بود که انسان هدفمند؟ خب اینمی که مثلا ما شما گفتیم که وقت است و متاثر به محیط نمیشه، کل شامل میشه که ثروت های خود را به شکل مثبت استعمال میکنه. اینال چهارمین هدف انسان هدفمند ای است که این انسان هدفمند در پالوی ازی که هدفش معلوم است، تقسیم اوقات منظم داره، ثروت های خود را به شکل مثبت مصرف میکنه. اینال ای خط فکری منظم داره، خط فکری منظم دارد و امی خط فکری را ما شما میشه بگویم که ارزش ها را میداند، ارزش ها را درک نموده است. در پالوی ازی که ارزش ها را درک کرده، از وسایل به صورت مثبت استفاده میکنند. بنان این چهار علامه هست، علامات انسان هدفمند. انسان هدفمند اینمی علامت ها را داره. این بود خلاصه درس گذشته ما که بازم برتان منوشته کردم که میشه اگر در جریان درس بر شما ترتیبش از پیشتان فراموش شده باشه، فعلا ترتیب از او را بفهمین. Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دعای شروع درسی است که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ای در آغاز درسم خوب است و در امتحانم وقتی کلامی دعا را بخوانه انشاءالله خداوند همراه انسان کمک میکنه که از اشتباه دور باشه. درس امروز ما و شما درباره نقش ایمان در زندگی است. تقریبا یک 4-5 ماه پیش یک جای من دعوت شدم و در اونجا یک کسی بود که از هلند آمده بود به افغانستان و در کدام مؤسسه کار میکرد و این آدم دانشمند و لایق بود. تا
توسط بعضی از افغان ها که امرای از اونا کار میکردن از ما دعوت کردن که من امرای دانشمند هالندی سوالایی که داره و سوالایشان پاسخ بگویم. امروزی که رفتیم در خانه از اونا او افغانایی که امرای از اونا جرا بحث کرده بودن و بالاخره از ما تقاضا کردن که ما درباره اسلام برشان صحبت بکنم. اونا بر ما گفتن که اساسی ترین سوال این شخص کسی است که اونا پرسان میکنن که نقش ایمان در زندگی چی هست. مثلا درست است که شما مثلا دینداری و ایمانداری را به حساب آخرت بحث میکنین، لیکن شما بر ما بگوین که خود ایمان در زندگی انسان چی نقش داره. آیا ایمان بر ما، به صحت ما، به آرامش ما کدام فایده داره؟ و یا اگر من ایمان نداشته باشم چی نقص میکنم؟ خب مقدمه صحبت که امروز از اونا شروع کردیم باید جواب مکمل بر از اونا میدادیم که ایمان در زندگی از اونا چی تاثیر داره. به خاطر از اینکه وقتی یک انسان بگه که مثلا ایمان در زندگی من تاثیر داره، تاثیر مثبت داره، بنان ایمان اختیار میکنه. اگر یک نفر بفهمه که سپورت برای جسم مفید است، سپورت میکنه. اما کسی که نمیفهمه میگه چی کنم سپورت؟ یک نفر میفهمه که اگر من تحصیل بکنم، تحصیل برای زندگی من، برای حیات من بسیار خوب است، مؤثر است، مفید است، برام تحصیل میکنه. اما اگر فایده تحصیل نفهمه میگه مردم دیوانه هستن که پانتون میخونه، برو کار کو، دکانداری کو، پیسه پیدا کو. اینال در عربی یک ضرب المثل است، میگه کل اعداء لما جهلوا، هر کسی دشمن چیزی است که او را نمیشناسن. اگر انجینری را کس نشناخت، فایده انجینری نشناخت، دشمن انجینری است. اگر کس کامپیوتر را نشناخت، به کامپیوتر چی به درد میخوره؟ شما وقتتان را ضایع میکنین، میرن $1,000 $50,000 افغانی را میرن کامپیوتر میخرین. بسیاری کسا را وقتی بگی من کامپیوتر $50,000 پی گرفتم، میگه تو احمق هستی، چی به درد میخوره کامپیوتر؟ چرا؟ و به خاطر از این ملامت نیست که اونا منفعت کامپیوتر را نمیفهمه. یک کسی دیگر ببینی دشمن اینترنت است، هیچ اینترنت باید استفاده نشه، ولی علت مشکلش چی است که او از اینترنت استفاده مثبتش یاد نداره، نمیفهمه. به این شکل تمام چیزهای دیگه که هستن. این حاله مردم چرا دین را رد میکنن؟ چرا نمیخوان که دیندار باشن؟ علت اساسیش چیست؟ علت اساسیش چیست که دین نمیشناسه و یا هم نقش دین در زندگی خود درک نمیکنه. و حتی بسیاری وقتا ما مسلمان ها امروز وقتی که میبینیم که بعضی مسلمان ها از دین روگردان هستن، ولی برعکس از اون میبینیم که مردم غرب مسلمان میشن و کتابا نوشته میکنن و خودشان دعوتگر به اسلام میشن، علتش چی است؟ علتش چی است که اون نفر غربی در جستجو هست پیدا میکنه که دین چی نقش داره در زندگی من و من چی کمبوداتی در زندگی خود دارم که متاسفانه در بیدینی و اون کمبودات است و با دینداری او تکمیل میشه. این حال ما چی میکنیم؟ این حال ما به خاطر ازی که ای انسان غیر مسلمان را بفهمانیم، پس ضرور است که ما خود ما که مسلمان هستیم باید اول نقش ایمان را در زندگی خود بفهمیم. و پیش از اینکه ما نقش ایمان را در زندگی بفهمیم که ما چی ضرورت داریم، چی نیازها داریم، چی مشکلاتی داریم در زندگی، چی چیزها باید داشته باشیم که اگر او را نداشته باشیم دین ما درست نمی باشه، اگر داشته باشیم ما انسان خوب می باشیم. و اگر من دیندار باشم، احیانا کس سوال میکنه خب اگر من دیندار باشم چی فایده میکنم؟ و یک کس دیگه میگه خب اگر من بیدین هستم، هیچ دین ندارم، چی نقص کردیم؟ پس انال ما و شما باید اول این مطلب سرش بحث بکنیم که مقدمتن که انسان چی ضرورت هایی داره. ما سر تخته نوشته کردیم که انسان ضرورت های فردی داره و ضرورت های اجتماعی داره. انال ضرورت های فردی و ضرورت های اجتماعی، و باز اینجا یک چیز دیگه است که در کتابتان نیست که باز او را همیشه پسان سرش بحث بکنیم، ضرورت های عالی هست. ضرورت های فردی چی را میگن؟ ضرورت های فردی او ضرورت هایی است که انسان من حیث فرد به او نیازمند است.
اگر من یک انسان، من از یک فرد این چیزها را نداشته باشم، در زندگی مشکل می داشته باشم. انسان ضرورت داره به جامدات، انسان ضرورت داره به مایعات، انسان ضرورت داره به گازات و انسان ضرورت داره به جنس. بنان ای از کلش ضرورت های فردی انسان که ما شما ایره اینجا یادداشت گرفتیم. انال مایعات، جامدات، گازات و جنس ای ضرورت های انسان است. اینمی ضرورت ها که انسان داره ضرورت های مادی گفته میشه. ما و شما یک همین قسم سر از این میم و باز پرسان میکنیم که در بخش فردی، در بخش مادی، معنوی، اجتماعی و عالی دین چی نقش داره؟ آیا دین در بخش مادی نقش داره؟ آیا دین در بخش معنوی نقش داره؟ آیا دین در بخش اجتماعی که ما در جامعه زندگی میکنیم؟ خب، ضرورت های مادی، مایات، جامدات، گازات و جنس. ضرورت های معنوی، آرامش معنوی، داشتن هدف در زندگی، پاسخ به سوالات است که اینه باز ما شما میشه در ضرورت های عالی هم بگوییم. سوالاتی که مثلا از کجا آمده ایم، کجا میریم، هدف زندگی ما چیست، نهایتش چی میشه. و بخش اجتماعی است که ما مثلا ضرورت داریم به فامیل، ضرورت داریم به مکتب، ضرورت داریم به قانون، ضرورت داریم به عدالت، ضرورت داریم به امنیت. این عالی است. و بخش عالی که اینجا پاسخ به سوالات است، این عالی میگیرن میگن که سوالات بسیار عالی است که انسان وقتی که از ضرورت های مادی و معنوی خلاص میشه، برش سوالات عالی پیدا میشه که ما از کجا آمدیم، کجا میرم، چرا زندگی میکنم، چرا درس میخوانم، آیا کل زندگی من اگر یک اکسیدنت شود در بیرون و من بمرم کل زندگی من ختم میشه، آیا زندگی دیگه هم وجود داره، آیا کارهای نیکی که من در دنیا میکنم نتیجه ازی رو در آخرت خواهد دیدم، نتیجه ازی رو در دنیا میبینم. این سوالات بسیار زیاد است که بسیاری کسایی که از ضرورت های فردی و اجتماعی خلاص شدن این سوالات برشان پیدا شدن. حالی که سوال پیدا میشه اگر من از شما این سوال بکنم که دین جوابگوی کدام نیازمندی ها و ضرورت هاست؟ ضرورت های فردی را جواب میگه دین، اجتماعی را و یا ضرورت های عالی را کدام میشه دین جواب میگه؟ از ضرورت های مادی مثلا ما شما گرفتیم مایعات. دین مقدس اسلام در بخش مایعات برای ما چی میگه و در بخش جامدات چی میگه و در بخش گازات چی میگه؟ اینجا یک فرمول داره که ضرورت های مادی را جمع میکنه با رهنمایی مثبت دین مقدس اسلام. خب بر ما اسلام فرمول میده که شما از این ضرورت های مادی تان کلشان استفاده بکنید. ادیان چند قسم داره؟ فعلا در دنیا چه قسم اندیشه هاست؟ بعضی ها به این نظر هستن که اگر من متدین باشم باید ترک دنیا بکنم و این عقیده در مسیحیت است و این عقیده در هندویزم است. در هندویزم یک نفر که میخواد که متدین باشه باید تمام خواهشات و مادی و کل چیز خدا باید چی کنه؟ فراموش کنه، بره قرار در یک مندر اونجا زندگی بکنه، حتی لباس درست نپوشه، غذای خوب نخوره. در مسیحیتی است که اگر یک نفر میخواد متدین باشه باید چی بکنه؟ او بره قرار در کلیسا یا خود راهب بسازه یا راهبه بسازه. راهب چی نمیگه؟ کسی که جوانی که ترک دنیا میکنه و راهبه یک دختر جوانی که ترک دنیا میکنن، ازدواج نمیکنن، زندگی در بین جامعه خلال میره، در بین کلیسا 24 سال زندگی میکنن. اما در دین مقدس اسلام این قانون رد میکنن. اسلام نمیپذیره قسمی قانون. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه نه، شما باید از تمام این چیزهایی که از استفاده بکنین، لکن بر ما فرمولش هم میده که فرمولش چی است؟ که ضرورت های مادی جمع رهنمایی مثبت دین مقدس اسلام. اینجا نشته میکنیم مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت. خب این فرمول اسلام بر ما داد. الان یک کسی میگه که خب همین فرمول را که اسلام بر ما داد که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت و رهنمایی مثبت چی؟ مانا رهنمایی مثبت میگیم که مثلا در اینمی مایعات و جامدات و گازات و جنس اسلام رهنمایی مثبتش چی مانا؟ رهنمایی مثبتش مانای چی است که میگه بعضی چیزها را بخو، بعضی چیزها را نخو. بنان در اسلام چی است؟ امر است و نهی است. اینی کارا را بکو و اینی کارا را، اینی رهنمایی مثبت دین مقدس اسلام میگه.
خب یک کسی آمد مرا میگه، میگه که والا استاد شما چی میگین راهنمایی؟ ما ضرورت به راهنمایی مثبت دین نداره. خب وقتی که ضرورت به راهنمایی مثبت دین ندارین، قرآن عظیم شان جواب از این کسا چی میگن؟ میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. هر کسی که از قوانین ما، از احکام ما سرپیچی کرد، خداوند متعال میگه ما بر از یک زندگی سخت را نصیب میکنیم. زندگی سخت را نصیب میکنم. چطور؟ حالا مثلا وقتی که من در بین کامپیوترم کار میکنم، عقل من برای من میگه که اینمی کامپیوتر کسی که ساخته، این برای من گفته که وقتی تو میخوای کامپیوترت چالان کنی باید از استارت چالان کنی. یک کسی میگه نه من میخوام میره از شات داون چالان بکنم، هر قدر که کلیک میکنه پس گل میشه. پس ما انسان ها که هستیم کامپیوترهای ساخت کی هستیم؟ ساخت خدای عزوجل. وقتی یک کامپیوتر یک انسان ساخته، مجبور است ما قانون و اونمو انسان آدمی کامپیوتر که برای ما میگه کدام سی دی ها را اینستال کو، کدام برنامه ها باید در کامپیوتر باشه، آنتی ویروسش چه قسم باید باشه، باید آنتی ویروسش همیشه اپدیت بکنیم تا که کامپیوتر تو درست کار بکنه، چند جی بی داره، کدام فایل ها مثبت است، کدام فایل ها خراب است، چی کار، تمام وظایفی که این کامپیوتر داره و انجام میده برای ما اونمو شرکت و کسی که برنامه ریزی میکنه برای ما بیان میکنه. اینال اگر ما اوامر و قوانین از اون کماند هایی که بر ما داده میشه در برنامه های کامپیوتر مطابق از اون کار بکنیم، کامپیوتر بر ما کار میده. اگر نکنیم بر ما کار نمیده، کامپیوتر ویروسی میشه، دیگر روز میبینه که کل فایل ها از بین رفته و هیچ کار نشه. انسان وقتی که یک کامپیوتر ساخت خدای عزوجل است، خداوند همه که تو باید همیشه در بین ذهن تو سی دی احکام خداوند که این آنتی ویروس های خارجی هست، اینو باید در داخل ذهنت اینستال کنی. ای کارا بکو، ای کارا نکو. و همیشه باید سی دی تو با خواندن پنج وقت نماز، با عبادت ها، رفتن در مسجد، همیشه باید چی کنی؟ همیشه باید اپدیت شوه. با مطالعه قرآن همیشه باید 24 ساعت ای ذهن تو آماده پذیرش احکام خداوند و تطبیق احکام خداوند باشه و اپدیت شدگی باشه تا که شیطان ها، شیطان یعنی ویروس، ویروس کامپیوتر، اون ویروس است، او هم یگان دفعه چون چون میکنه ما و شما وقتی که از بین بریم. و شیطان ما و شما که از شیطان های انسانی و جنی هست. اینال خداوند متعال جل جلو بر ما این احکام داده تا که ما از این احکام استفاده کنیم، زندگی بسیار خوب نرمال داشته باشیم. خب در قسمت غذاها اسلام چی میگه؟ در قسمت جامدات، مثلا در جامدات غذاها شامل میشه، لباس شامل میشه، وسایلی که ما و شما از او استفاده میکنیم شامل میشه، کامپیوتر و موبایل و وسایل تلویزیون و رادیو که داریم، در کل ازی شامل جامدات است. دین مقدس اسلام چی میکنه؟ دین مقدس اسلام در کل ازی بر ما توجیه مثبت میکنه. از فلانی غذا بخو، از فلانی غذا نخو. از فلانی لباس بپوش، فلانی لباس نپوش. یعنی دین مقدس اسلام بر ما میگه. اینال ما مسلمان ها وقت تا وقتی که احکام خداوند در سر خود تطبیق کردیم، در غذاها و در لباسها و در وسایل اونمو حد وسط را که باید از او استفاده بکنیم استفاده کردیم، زندگی نرمال می داشته باشیم، هم در دنیا خوشبخت هستیم هم در آخرت. یک تعداد مردم گفتن که والا ما نیاز نداریم به چیز، به این راهنمایی مثبت. ما میخوریم گوشت پشک هم میخوریم، گوشت خوک هم میخوریم، گوشت حلال ناشده را هم میخوریم، هر چی که دل ما شد میخوریم. از این خاطر خداوند متعال گفت که وقتی که شما از احکام سرپیچی بکنین، قبل از اینکه در آخرت برین در دنیا زندگی سخت نصیب شما میشن. از این خاطر کسانی که از گوشت خوک استفاده کردن، بالاخره کشف کردن که امراض بسیار خطرناک از گوشت خوک به انسان چی شد؟ انتقال شد. بالاخره دکترها گفتن که 200 درجه همین میکروب هایی که در خوک است، گوشت خوک است، این در 200 درجه حرارتی از بین نمیره، به وجود انسان انتقال میکنه. مرض سارس که خطرناکترین مرض بود، من قضیات نمیفهم، بعضی دکترها در بعضی از گزارشات ما شنیدیم دیگه، او را میشه ما شما از دکتر متخصص پرسان کنیم، گفتن که برادر مرض سارس از گوشت پشک به چینایی ها انتقال کرد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. بناءً اقتصاد فامیل شما را که ضربه میزنه،
ضربه ای میزنه که شما از موبایل به عوض از اینکه استفاده مثبت بکنین برای وقتتان استفاده بکنین، شما با موبایل وقتتان را ضایع میکنین. شما عوض از اینکه از موبایل در موبایلتان قرآن شریف را اینستال بکنین، او را بگذارین استفاده بکنین از او، شما میخوزین تصویرهای زشت در موبایلتان استفاده میکنین. بنابراین چی میشه؟ بنابراین اینمی استفاده غلط شما از موبایل شما نتیجه چی میشه؟ که شما زندگیتان بسیار خراب میشه، اقتصادتان خراب میشه، اقتصاد مملکتتان خراب میشه، شخصیت خودتان خراب میشه، به گناه ها و بدبختی ها مبتلا میشین اگر از این وسایل استفاده منفی بکنیم. چرا لباس چه قسم بپوشیم؟ گفتن که مثلا انسان باید لباسهای با عزت بپوشه. اگر لباس خوب پوشیدی شخصیت تفس میشه. زنا چرا حجاب بکنن؟ دخترها چرا حجاب بکنن؟ به خاطر از اینکه زن در اسلام مقدس است، مادر مقدس است، جنت زیر پای مادر است، خواهر مقدس است، همسر مقدس است. 50% ایمان انسان با داشتن همسر تکمیل میشه. از این خاطر ای همسر، ای انسان مقدس، ای خانم مقدس در اسلام به خاطر از اینکه هدف باشه، وسیله نگرده در دست مردها، باید لباس مقدس بپوشه. کوچی است حجاب. اگر قدسیت این لباس ترک کردن، بعضی کسا گفتن نه ما حجاب نمی پوشیم. دیدیم که دخترها و زنهای اروپایی وقتی که لباس درست نپوشیدن، فعلا ما شما ببینیم اونا وسیله هستن در دست مردها، شخصیت نداره. اسلام وقتی که زنهای با شخصیت بر ما تقدیم کرد، زنهای مثل بی خدیجه، زنهای مثل بی عایشه، بی فاطمه، بی زینبه، بی مریم، حتی در قرآن عظیم شان ما میخوانیم که قرآن عظیم شان میگه که ای مردها، ای زنهای مسلمان، شما بی مریم و خانم فرعون الگو در زندگیتان قرار بدین. ما میخوانیم از برای خود، من یک مرد چطور یک زن بخیزم الگو و نمونه مثال در زندگی خود قرار بدم؟ پس آن که میخوانیم که واقعا بی مریم شخصیتی داشته که از هزاران مرد امروزی که در شخصیت از او قوی تر است. خانم فرعون در مقابل پیسه، پول، دارایی، مال، فرعون پادشاه برش 500 جوره لباس میتد، میگه من برای 3 کیلو طلا میخرم، لیکن او میگه رب ابنی عندک بیتن فی الجنه، خدایا من این فرعون کار ندارم، برای من در جنت یک خانه خدایا بتی. ما مردای ما در $500 16 قسم عطن میپرتن، هست نیست؟ او زنه که در مقابل طلا پیسه هیچ چیز با همت عالی که داره، غلام همت والای باب خار کشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد. آیا ما از او خاطر خداوند میگه که تو شخصیت او مرد بیبی او زنه که فرعون برش میگه یالا یالا عزیزم تو بیا سکی لباس ها را، یعنی 500 قسم لباس آخرین استایل برات گرفتیم. خانم فرعون میگه کار ندارم، میمانی که کاکای تا مامای تا دامات خواهر تا دامات مامای تا پایوازی که من برش برد 1000 نفر غذا تهیه میکنم. خانم فرعون میگه رب ببینی لی عندک بیتن فی الجنه و نجینی من فرعون و عملی از این انسان ماتریالیست ماده پرست، خدای من نجات بده. از این خاطر بر ما قرآن میگه که شما ضرب المثلتان، شما الگویتان، شما نمونه مثالتان در زندگیتان، ای مردها و ای زنهای مسلمان، شما خانم فرعون بگیرین و امی قسم بی بی آسیه را، بی بی آسیه را، الف مد سین یا اگردک، آسیه نیست به عین کو باز اونام درست نیست، آسیه الف مد سین یا اگردک، و شما نمونه مثالتان بی بی مریم بگیرین و سوره بنام بی بی مریم آمده. اوی بی بی مریم یک دختر جوان ای چی شخصیت داشت؟ شخصیت عالی داشت که در مقابل یک لشکر خطرناک از یهودی ها مبارزه میکرد، عفت خدای حفظ کرد، شخصیت خدای حفظ کرد. بی بی مریم در مقابل یک لشکر، شما اگر اون فیلمه که بی بی مریم ایده باشه نه؟ علما یهود صاحب که سعی کنن که کی در سرش تومت میکنن ازار آشید است، باز هم خدای عزوجل او را براعت میتن. فهمیدی میره؟ اینال ایشو در بخش جامداد. پس ما شخصیت یک انسان که آیا من یک مرد هستم، شخصیت من مثل شخصیت باید مثل شخصیت از اونا وار باشه؟ از این خاطر دین مقدس اسلام با احکام خود وقتی که جوانای مسلمان شخصیت خود مثل از اونها ساختن، کسایی بود که سنش بسیار خرد بود، جوانای بسیار سنشان کم کم بود، لکن شخصیتشان بسیار عالی بود. پیغمبر اصلا وقتی که سفیر مقرر میکرد، سفیر مقرر میکرد به
به مدینه منوره کی روان میکرد؟ میگفت تو برو مصاحبه بن عمر، تو یک جوان هستی 18 ساله. کلگی میگفت این جوان 18 ساله روان میکنی؟ چرا جوان 18 ساله؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر از راه میفتن که اینمی جوانه که سنش خرد است، شخصیت بسیار عالی داره که شخصیت عزیز میتونه که این یک دعوتگر بسیار خوبی بر اسلام باشه. یک روز دیگر روز حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهبر عمومی به قوتهای خود به طرف روم میخواد که یک کس را به صفت جنرال معرفی بکنه. کی هست؟ کی هست؟ اسامه ابن زید. چند ساله هست؟ 18 ساله. از این خاطر دین مقدس اسلام بر ما درس میده که گپ سر از این نیست، بسیار کلان است. یگان ریش سفیداش 60 ساله است، کاکاگه که سعی گوری کردی که گپ بزنی لوده لوده برات گپ میزنه، میفهمی که خود 60 ساله است لکن دماغش 15 ساله. اما یک وقتی یک کسی دیگر میبینی که خودش 18 ساله یا 20 ساله است، لکن وقتی که مغزش کنترل میکنی میبینی که مغز از این به اندازه 60 ساله است. از این خاطر اینی جوان 60 ساله که پیغمبر خدا او را تربیت کرده منیس اسامه ابن زید، این میتونه که قمندان عمومی و رهبر عمومی مسلمان ها در معرکه باشه. اما بسیاری وقتا ابو جهل و ابو لهب با وجودی که سنایشان بسیار کلان بود اما شخصیت بسیار ضعیف داشتند، در حالی که ابو لهب بسیار افتخار میکرد که ما هاشمی هستم، ما عربی هستم، ما از قوم پیغمبر هستم، ما این شخصیت دارم، اینه دارم، اینه دارم. خداوند متعال آیت قرآن نازل کرد گفت که سیصلا نارن. ای ابو جهل و ای ابو لهب در کجا داخل میشن؟ آتش دوزخ داخل میشن. بنان ای که تو هاشمی هستی و تو قریشی هستی و تو از قوم پیغمبر هستی، اینه تانست که ابو لهب ای لقبای چیز کنه. اما بلال حبشی در مقابل یک جوانی بود که تمام سختی ها را تحمل کرد، اناله تانست که بلال حبشی اوت شخصیت خود بزرگ ساخت که یک سیاه‌پوست بود. نلسن ماندیلا 27 سال زندان تیر کرد به خاطر از اینکه فقط اروپایی ها به ما اعتراف کنن که من یک انسان هستم، سیاه‌پوست هم انسان است. اما حضرت بلال حبشی را اسلام اقدر شخصیت داد که در بین تمام مردم گفت یا الله بلال برو در سر مقدسترین مکانی که برای مسلمان ها هست، تو برو نخستین اعلامیه دولت اسلامی را در مکه مکرمه تو اعلان کن با گفتن آزار و الله اکبر. این حال دین مقدس اسلام وقتی که برای ما میگه که اینی اوامر را بکنین، او باز بر انسان شخصیت میده. خب در بخش جامدات احکام اسلام بود، در بخش مایعات دین مقدس اسلام بر ما امر میکنه نهی میکنه. توجیه مثبت یعنی چی؟ امر و نهی اسلام. اسلام میگه که از اینی مشروبات نخورین، از اینی مشروبات که الکولیست از این استفاده نکنین. خی از چی استفاده بکنیم؟ دین مقدس اسلام بر ما چی میگه؟ میگه شما از مشروبات غیر الکلی، از آبهای معدنی، از آب میوه‌جات که برای صحتتان، برای کامپیوتر وجودتان مفید است، از این استفاده بکنیم. وقتی که ما از این چیزا استفاده کردیم از هزاران مرض و از هزاران بدبختی نجات پیدا کردیم. یک وقت فرانسه اعلان کرد گفت که مشروبات الکلی باید در فرانسه باشه. چی گفت؟ از جوان ها هستن، آزادی هست، باید شراب بخورن. چی نظر دارن؟ ما گفتیم والا صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. وقتی که از مشروبات الکلی خوردن اجازه دادن، برای مردم گفتن این فریدام است، آزادی است، نو پرابلم، باید جوان ها از استفاده کنن. If I'm a young, I can do everything. خلاص، وقتی که من جوان هستم هر چی که دلم شد باید بکنم، بکن. وقتی که این جوان ها را که اجازه دادن که شراب بخورن، دیگر روز نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که گزارش آمد در آخر سال که در فرانسه چند هزار جوانی که شراب خورده بودن در اکسیدنت ها زندگی خود از دست دادن، تکر کردن. چقدر سرمایه از بین رفت، چقدر انسان ها از بین رفتن، چقدر انسان های شراب خور، چقدر انسان ها را به قتل رساندن. وقتی که اینا ای را دیدن که اوه 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 او به خدا زندگی خود خراب شد، اقتصاد خراب شد، چندین میلیارد دلار نقص کردیم، پس مجبور میشن که باز قیودی را بگذارن که نه باید این شراب سرش قید گذاشته شد، پس مجبور هستن به کجا رجوع بکنن؟ پس مجبور هستن به دین مقدس اسلام رجوع بکنن.
چرا که گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. من میگم که گر همه خواهی که انسان زیستن، حتی مسلمان نه، اگر میخوای زندگی انسانی داشته باشی، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. تو باید به قرآن سرت خم کنی و باید احکام خداوند سر تطبیق بکنی اگر میخوای که زندگی انسانی داشته باشی. این در قسمت چی بود؟ در قسمت مایات. در قسمت جنس یک تعداد مردم دیگه آمدن گفتن والا ما میخوایم که ما آزاد هستیم، we are free, we can do everything, if I am a young I can do everything. من خود جوان هستم، من خود از چیز که دلم شد میگم. باز هم اینجا آزادی های جنسی رو در غرب اعلان کردن. ما آزادی جنسی رو اعلان کردیم، آزادی جنسی هر کس دل کس خواست همراه شادی به آرزو بکنه، دلش شد کت پشک آرزو بکنه، دلش شد کت کورموش ازدواج بکنه، دلش شد کت هم جنس خود ازدواج بکنه، هر جنایت و هر بدبختی را که خواست او را کرد. نتیجه از چی شد؟ چی شد نتیجهش؟ نتیجهش شد که امروز اعلان میکنه که 45 میلیون انسان مبتلا به چی هستن؟ HIV هستن. ایدز. خب HIV یعنی چی؟ HIV یک وقتی یک کسی بر پای قانون میگفت، میگفت که در قانون که از قتل ترحمی است. قتل ترحمی چی مانا؟ ما نفهمیدیم قتل ترحمی را. قتل ترحمی ماناش گفتی است که یک جوان وقتی که مبتلا به ایدز میشه، مرض بسیار خطرناک است که خداوند متعال جل جلاله ما و شما را از این امراض نگاه بکنه. این حال میگه وقتی که به این مرض مبتلا میشه، این جوان میخیزه میای پیش دکتر، میگه دکتر صاحب پلیز کیل می، لطفا مرا بکش. چه قسم کش؟ میگه تو بالای من مرسیفول باش، مهربان باش. مهربان؟ به مهربانی هم کس را قتل میکنن؟ میگه آه، به مهربانی مرا قتل بکنین. چی کنیم؟ میگه دکتر صاحب عزیز قربان شو میریم تمام در پای آید مفتوم همین پیسای ما میتم موتر ما برد میدم. او بیجان جان مرا بکش. چرا؟ میگه به خاطر عظیم مرا میگه بکش که من دردم بسیار ثقیل است، نمیتونم تحمل کنم. علتش چی است؟ میگه علتش چی بود که مرا اجازه دادن که آزادی جنسی داشته باشم؟ وقتی که در یک چهار نایت کلاب رفتم، در اون نایت کلاب ها کلش مبتلایان به ایدز هستن. مثلا از افغانستان مثلا یک نفر میره آل در افغانستان هم میگه 150 نفر از چقدر نفر حاله مبتلا به ایدز است. چون جوان وقتی که برش یک بورس آمد میرسه در خارج، برون اینجا نه مادرم است، نه پدر است، نه مولوی مسجد است، نه ریش سفید است، لیکن حکم خداوند فراموش میکنه. وقتی که حکم خداوند این فراموش کرد، اینمی جوان میره در نایت کلاب های غرب، چون اونجا دشمنا همیشه بر ازی در عموج هم برنامه رو ساختن تا که اینو چی کنن؟ اینو گمراه بسازن. این وقتی که رفت در اونجا در بین نایت کلاب، دمی داخل نایت کلاب کس اونجا مبتلایان به ایدز است. این جوان میره سیماباد، وقتی که پس در افغانستان میره چی پس؟ خونش که معاینه میکنه، والا مریض هستم، والا کسالت داره، والا درس خوانده نمیتونه، والا این مشکل داره، والا این مشکل داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که او بیچاره وقتی که معاینه میکنه مبتلا به ایدز است. دوا داره نه دوا نداره. مجبور است پیش دکتر بره که دکتر سه مرا بکش یا خودش خود خودکشی کنه تا که از درد خطرناک از این خود نجات بده. اینال اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که نه خیر، شما اتو نکنین. اگر ازدواج میکنین مشکل جنسی تان اتو هم نمیگه اسلام که بیخی ترک دنیا که هیچ ازدواج نکن. و اتو هم اجازه نمیده که ما وقتی که مشکل جنسی داریم باید مکمل هر چی که دل ما شد باید بکنیم. اسلام میگه نه، داخل یک چوکات آیات قرآن، احادیث پیغمبر را در ازدواجت بخوان، ازدواج بکو، این ازدواج انشاءالله بر تو صحت و خوشبختی و سعادت پیش میره، اولاد خوب میداشته باشی، خانواده مثبت میداشته باشی، صحت تأمین است و زندگیت خوب است. اما کسان که پیروی از دیگرا کردن گفتن نه، ما میخواییم که آزاد باشیم، ما هم میخواییم که آزادی جنسی داشته باشیم، آزادی جنسی نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بالاخره این انسان مبتلا به اوت یک مرض خطرناک میشه و مرض ایدز میشه و چیز است. این از در بخش جنس. در قسمت گازات دین مقدس اسلام میگه که ببینین او انسان ها، خداوند متعال بر ما و شما گفته که اگر شما کدام نیازی دارین به گازها، اگر اکسیژن است، اگر کربن است، اگر هیدروژن است، اگر هر چیزی که ضرورت داری و یا دیگه چیزهای مثل انرژی ضرورت داری یا هر چیز، خداوند متعال بهترین انرژی ها را و بهترین چیزها را بر ما در چیزهای بسیار عادی عادی گذاشته. کچالو بهترین چیزها داره، ما تو نمیفهمیم، بسیار ارزان است.
380 روپیه میخوره، مو ارزان است، مزه نداره، چطور نداره. حتی دکترها میگه که اگر شما عقل دارین کچالو رو کات پوستش بخورین، چون میگه بسیاری از چیزهای مفید بر جسم تو در پوست کچالو است. بادرنگ کات پوستش بخور، سیب کات پوستش بخور. حتی دکترها بر ما نصیحت میکردن در کشورهای خارجی که بانجان سیا را که پخته میکنی شما که پوست میکنین، کل چیزایی که مفید بر وجود تو است رو شما افغانا پوست میکنین، اونو میپرتین. اگر عقل دارین حتی بانجان سیا را کات پوستش بخورین. اناله در بخش گازات خداوند متعال جل جلاله و ذات رحمان رحیم است، خداوند مهربان است، خداوند است که سر کل ما و شما ترحم داره. از این خاطر گازهای ضرورت، اکسیژن ضرورت بر ما و شما مفت 24 ساعت در هوا، در هر جایی که بری اکسیژن مناسب است. اگر 5 دقیقه اکسیژن در وجودت نباشه، 5 دقیقه اکسیژن قطع شود، خلاص. ولو که بسیار پهلوان هم باشی، لیکن خدای عزوجل ذات رحمان و رحیم است، بر از اینا، بر ما، بر غریب، بر کلگی اکسیژن که روزانه 200 لیتر ضرورت داره مفت بر ما داره. لیکن خداوند متعال میگه که بیعقلی نکنین. خیلی بیعقل کی است؟ میگه بیعقل انسان سیگریتی است. چرا؟ به خاطر از این احمق لوده هست که دخانیات مخدرات، متوجه هستین؟ دخانیات که سیگرت و چرس و یک اپو هست، مخدرات، مواد مخدر، دیگه چیزهایی که مثلا الکول باب هست که انسان نشاور هستن. یار دین مقدس اسلام گفته که یا کلش منع هست، غلط است، باید نکنین این کار. یک نفر سعی کنین، من پیشتر گفتم شاید یکان تا سیگریتی باشه و بگه که نه ولی استاد چی میگه. من براتون مثال میگم، یک نفر میگه عادت داشت هر روز یک دونه دایره میگرفت از جیب خود که پلته گوگرد در میداد، دیگه دیوانه است. آخر رفتن یک دکتر، دیگه دکتر گفتن، دکتر روانی آمد گفت که باش من اینه من معالجهش میکنم. ای که آمد امروز گفت چند بجه دیره در میتن، گفت که والا همین صبحی ساعت های هفتونی بجه یک دفعه میره یک دیره میگرم در میتن، باز لباس های خدا میپوشه طرف وظیفه میره. دکتر آمد ساعت هفتونی بجه قرار شیشته، دکتر گفت تو بده یک چای بیار، رفت ورش چای آورد، چای که خورد گفت برو یک چند تا سیگرت بیار، رفت سیگرت آورد. این دکتر دیگه سیگرت پف کرد و پف کرد پف کرد، این ساعت سهل داره دیگه که این هفته 25 شد، هفته چیز پشت سرید شوک میاد، چطور میاد، چرا این دیره چیز میکنم. خب گرفت سبی هفته نیم شد، دید که هیچ کار نکرد، ده پنج دقیقه شش دقیقه صبر کرد، ده دقیقه تیر شد، گفت که بچه ایم؟ گفت بله. گفت برای من مردم میگفتم که تو هر روز یک دیره در میتی، اعصابت خراب است. گفت ها دکتر سر، گفت من یک دقیقه که خالی ده در میتونم مرا مردم میگه اعصابم خراب است. امروز هم دقیقه اعصاب خرابی من برای تو در دادم، سیگرت آوردم. تو خوب خدا عالم هم میگیری و متخصص هم میگیری و دکتر هم میگیری و شخصیت عالی هم خدا میگیری، سیگرت اون تو هم دقیقه در میتی، سیسته؟ تو هم دقیقه در میتی، باز لودگی تو سه چندم است. گفت من یک دهی خالی رو در میتم، لیکن تو دهی رو هم در میتی، شش تو هم خراب میکنی، وجود تو هم خراب میکنی، خدا انتحار تدریجی میکنی، اعضای بدن تو آیسایس از بین میبری. از این خاطر چون انتحار تدریجی است، آدم یک دفعه نمیکشه، لیکن آیسایس سیگرت انسان از بین میبره. تو انتحار تدریجی میکنی، تو دایره هم در میتی و تو محیط زیست هم خراب میکنی. تو که کت چهار نفر در موتر شیشه باشی، همی چهار پنج نفر اذیت هم میکنی، چون تو سیگریتی هستی، دیگه بوی سیگریت سرشان بد میخورن. تو رو پروفسور هم میگن، متخصص هم میگن و نام های بسیار لوکس لوکس داری. من که یک دقیقه که خالی ده در میتون، مرا لوده میگن. اینا رو بگو که تو لوده است یا من لوده است. اینا دین مقدس اسلام میگه درست است، از این چیزا استفاده بکن، لیکن تو انسان هستی، باید از دخانیات دوری بکنی. بر از اون میگه که تو چیزی که خدا سرت حرام کرده او را بکن، خدا خوش میشه. خدا گفته که این مخدرات و این چیزایی که انسان اقتصادش ضربه میزنه، صحتش ضربه میزنه، این دخانیات، مخدرات، الکل، چیزای نشاور، کسی حرام است. لیکن انسان احمق با وجود از اینکه کارهای ضد حکم خدا را میکنه، با وجود از این خوشحال است، میگه که والا مذهب چطور است. ما شما نباید خنده کنیم، ما شما باید در حالت از یا گریان کنیم که چقدر ما مریض هستیم، چقدر ما مریض هستیم در جامعه خود. انسان سیگریتی چقدر مریض است، نسواری چقدر مریض است، انسانایی که چرس استعمال میکنن چقدر مریض هستن، کسایی که مثلا مواد مخدر کوکائین و هیروئین گپار استعمال میکنن، زندگی خود، زندگی فامیل، زندگی جامعه خود کلش برباد کردن، جوانی خود از دست دادن. انسان ها فکر میکنن که من جوان هستم، هوشیار هستم. از این خاطر در روز قیامت میگم میشه اینمی انسانهایی که همون تو دوستای احمق میداشته باشه،
میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، خدایا کاش که من انسان احمق دوستم نمیگرفتم، لقد اضلنی عن الذکر، اینمی بود که مرا تباه کرد، زندگی مرا از بین برد. پس انسان عاقل، انسان هوشیار، انسان فامیده، انسان دانشمند، انسانی که معسل است، انسانی که تحصیل کرده و مردم امیدوار هستند که ای باید خرابی های جامعه را اصلاح بکنه. کسای دیگه که نمیفهمه ای باید بفهمه. عقیده دیگرا که اگر خراب شده ای باید جور بکنه. عبادت دیگرا که درست است ای باید عبادت خوبتر بکنه. عمل کرده ای باید خوب باشه. این هم ببینید این چیزا شکار اینمت گپ ها میشه. از این خاطر صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. یعنی انسان هم ببینید که بان که بفته. شما ببینید یک انسان طور بخورا، یک انسان که مبتلا با مخدرات است، این شخصیت داره؟ این کدام ارزش در جامعه داره؟ بار دوش جامعه است مکمل. از این خاطر دین مقدس اسلام بر ما توجیه مثبت میکنه. و توجیه مثبتش یعنی چی؟ توجیه مثبتش یعنی این است که بر ما میگه که شما مایعات، جامدات، گازات و جنس، این چهار چیزه چه قسم استفاده بکنین؟ راهنمایی مثبت میکنه که از بعضی چیزها منع میکنه و از بعضی چیزهای دیگه ما را اجازه میده که باید با این چیزا. وقتی که یه بار ما به این هلندی قصه میکردیم، این هلندی ایران میمون، آیا این گپا در دین شما هست؟ آیا شما مسلمان ها به این گپا معتقد هستین؟ بله هستین. خیلی چرا این را تطبیق نمیکنین؟ چرا خیلی شما بدبخت هستین؟ به خاطر از این میگه شما بدبخت هستین که احکام بسیار عالی دارین لکن فراموش کردین. صدها چراغ دارین و بیراه همی روین، بگذار تا که افتین و بینین سزای خیش. اگر شما مطابق دینتان و عقیدتان و احکام خداوند متعال جل جلاله عمل میکردین، شما به بدبختی ها مبتلا نمیشدین. این حال ای شد مثلا در بخش راهنمایی مثبت، در بخش چی؟ بخش مادی وجود انسان. این حال من در بخش معنوی وجود انسان، در بخش معنوی وجود انسان، در بخش معنوی وجود انسان، این امیر جمع چی میکنه؟ فرمول چی است؟ بخش معنوی وجود انسان جمع چی میشه؟ جمع نه، بخش معنوی وجود انسان که انسان از دیدگاه داخلی ضرورت‌های روانی داره، داخلی داره، ضرورت به آرامش داره، ضرورت به اطمینان داره، اینو جمع چی میکنن؟ رابطه، جمع رابطه با خالق قوی، مهربان و عادل. رابطه با خالق قوی، مهربان و عادل. حال ما و شما وقتی که میبینیم خوب دقیق متوجه باشین، ما ضرورت‌های معنوی داریم. ضرورت‌های معنوی چی مانا؟ ضرورت‌های معنوی این مانا که امروز مثلا ما پرسان کردیم، یک نفر از فرانسه آمده بود، گفت برادر در فرانسه چند سال پیش قصه کدگال نمیفهم که زیاد شده باشه یا کم شده، گفت در فرانسه هر شب 3 میلیون تابلت خواب استعمال میشه. 3 میلیون. چرا؟ گفت بسیاری کسا خواب نمیبرشانه. یک مسلمان دیدن، یک کس قصه کرد، امی مسلمان هایی که در جماعت تبلیغ به تبلیغ میرن، او مسلمان در لندن رفتن، وقتی که در لندن در میدان هوایی است، ای چند نفر که به تبلیغ رفتن، امی نفر تبلیغی قرار در میدان هوایی که تیارات تیر میشه قرار خرفش خواست، کلی گیران میمانه که ای از کجا شد، ای چه قسم انسان است؟ ما در بین اتاق خود، در بین اتاق دروازه را بند میکنیم، حتی کوشش میکنیم که اتاق ما مثل یک استادیو واره، هیچ صدا مده، حتی یک بنگس یک پشه هم باید نبیاد، سر از اون کمتر یک صداگه کادی باشه ما را 2 ساعت خبر نمیبره. این چطور این تیارات تیر میشن؟ این علتش چی است؟ گفتن علت از این اینه، میگه پس که این انسان رابطه داره با کی؟ با خدای عزوجل، خالق قوی. این رابطه انسان با خالق قوی نتیجه چی میشه؟ میگه وقتی که رابطه داشته باشی با خالق قوی، نتیجه چی میشه؟ آرامش روانی و روحی. این انسان آرام میباشه، آرام زندگی، آرام و نرمال میداشته باشه، زندگی آرام و نرمال میداشته باشه. این از چی پیدا میشه؟ به خاطر از اینکه مرتبه داره. من برای اون نفر هلندی گفتم، گفتم شما سعی کنین، گفتم خودت در هلند هستی، من یک سفر دارم به هلند و تو دوستم هستی، صحیحست؟ که تو ارتباط دارم. وقتی که من در بین تیاره سوار هستم میرم به طرف هلند، در تیاره های من تشویش میداشته باشم؟ نه، در فکرم چی است؟ در فکرم چی است؟
که حالا من خود حالا فلان نفر رو میشناسم، نمبر تلفن تا زنگ میزنم، ما ساعت 2 بجه تیاری ما میرسه، تو میگه آه اوکی اوکی، من انتظار میکنم، من در میدان هوایی منتظر تانستم، موتر برم آماده است، موتر برم چی است؟ آماده است. وقتی که میخوایم برم در کدام هتل، شما وقت برای من ریزرو کردین یا مرا در خانه تان میبرین؟ اینمی ارتباط ما با تو در حالی که تو یک انسان هستی برای ما چی نصیب میکنه؟ برای ما یک نوع یک آرامش بسیار قوی چیز میکنه در طیاره. اما یک کسی دیگه در پالیم است، چی تشویش داری؟ میگه والا من در هلند برسم بلد نیستم، نمیفهم موتر چطور است، نمیفهم در کدام موتر بالا شوم، نمیفهم کجا برم، موتر چقدر است، قیمت است، ارزان است، وظیفه است کجا کنم، کل مشکلات دارم. من گفتم یک مسلمانی که ارتباط داره با خدای عزوجل هم در این دنیا آرامش معنوی داره و هم در آخرت. وقتی که در میدان حشر میره دیگه پشت موتر و پشت تکسی و پشت فلانی میگرده، این مسلمان قرار میگه القبر روضه من رياض الجنه، میگه خلاص برای من خود قبر مشکل نیست. چرا مشکل نیست؟ در قبر مار، گشتام، اشدار یه پا نیست؟ میگه نه 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 نه، این برای انسانهای بدبخت است. پیغمبر خدا چی میگه؟ پیغمبر خدا میگه القبر روضه من رياض الجنه، قبر یک باغچه از باغچه های جنت است. روضه یک باغی از باغهای جنت می باشه. برای کی؟ به انسان مؤمن، به انسانی که قلب خدا به خدای عزوجل تسلیم کردن، کسی که قلبا با خدای بزرگ ارتباط داره، روضه من رياض الجنه. اما برای انسانهای بدبخت بود چی است؟ او حفره من حفر النيران، یا کندی از کندهای دوزخ میشه. اینال انسان ایمان بر انسان چی میکنه؟ آرامش داخلی میبخشه. چه قسم آرامش داخلی میبخشه؟ که وقتی که من در دنیا هستم، شاعر چی میگه؟ میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. از این خاطر انسان مؤمن میفهمه من کتی کی ارتباط دارم؟ کتی خدای عزوجل. او خدا چی صفات داره؟ ذات قوی است. شما سونامی رو ببینین که در سونامی بعضی، اگر ابی فیلم سونامی رو شما سیل بکنین، بعضی کسایی که از اروپا و امریکا میرفتن در مناطق سونامی، اونجا به خاطر زنا و به خاطر شب تیر کردن هم میگفتن ما چی هستیم، به سیاحت رفتیم و بر ساتری اونجا رفتیم و وی آر پلیجرز، ما به خاطر ساتری و عیاشی اونجا میرفتن. خداوند متعال سر از اینا غضب ناک شد، یک دفعه یک عذاب خطرناک روان کرد در سونامی، که اگر شما تصویرهای سونامی رو ببینین، چیغای رو ببینین، جسدهای گندهشان رو ببینین، حتی بدون لباس هر طرف افتادن. ذات قوی است که اگر یک زلزله کنن کل دنیا رو بر در 2 دقیقه نابود میکنه. ذات قوی است که انتقام مرا از ظالم ها میگیره. اما در پالویزی که ذات قوی هست که دشمن ها پیشش سر خود بالا کردن نمیتونه، ذات مهربان هست که هر وقتی ما برش بگویم که یا رب از شارک گردن به من نزدیکتر است، بر من لبیک میگه. مهربانیش به این انداز است. ذات عادل است که همیشه بر من حق من میتن و حق من از ظالم میگیره. از این خاطر مسلمان ها بسیاری وقتا، بسیاری کسایی که بیدین هستن، موتر دارن، خانه دارن، پیسه دارن، زندگی دارن، لکن آرامش و اطمینان قلبی ندارن. اما یک غریبی که بسیار غریب بیچاره هست، هیچ چیز نداره، لکن اینمی غریبه ببینه که با وجود از اینکه بسیار بیچاره و غریب و مسکین است، کچالو میخوره، پیوه میخوره، غذایش بسیار خراب است، موتر نداره، شاید یک بایسیکل هم نداشته باشه، لکن ای چی داره؟ دمی شب دعا میکرم خدایا شکر که من کچالو خوردم از پیسه حلال، خدایا شکر که من موتر ندارم، بایسیکل دارم از پیسه حلال، خدایا شکر که مثلا من شو در سر یک توشکه که عادی خو کردم، در قصر خو نکردم که او از خون ملت باشه، از خون مردم باشه، من کباب ها را از جیب دیگر ها رشوت نگرفتم، خدایا شکر که باز این رشوت خور در روز قیامت میای برات میگه از پیش یک صد روپیه گرفته، برات میگه که برادر جان در پایایت مفتم همو صدیته بر من ببخش. بدا به حال کسی که 50,001 لک رشوت میگیره. من خدای شکر که من کچالو خوردم، لکن از پیش سیر شود کباب نخوردم. خدای خوب است که در آروسی من قرار یک دو نفر علما آمدن، یک دو دقیقه گپ زدن، در آروسی من 20 قسم سازنده و رقاصه و دلچی رو ناورده بودم که از پیسه چور و از پیسه دوزی و از پیسه خون ملت من دول بزنم و برقصم و دیگرها بخورن و باز جواب شما بدم. خدای شکر من او تو پدر نیستم که برای اولادم غذای
حرام بیارم که اولاد ما از غذای حرام تغذیه شوه، بالاخره اولاد بر ما بلا بگرده. خدای شکر ما تو شوهر نیستم که سیت طلا از پیسه حرام بر اولادان بگیرم، باز مادر اولادا که زمین سیت طلا را فرق موار کنه و کلمه شش جای بتر کنه. از این خاطر انسان مسلمان با وجود ازی که هیچ چیز نداره و امکانات بسیار ضعیف داره، لکن از خدای عزوجل راضی هست، خوشحال است. چرا؟ به خاطر از او که ارتباط قوی با خداوند متعال جل جلاله داره. اینمی ارتباط قوی با خداوند انسان چی میبخشه؟ انسان آرامش میبخشه، انسان سعادت میبخشه، انسان خوشبختی میبخشه، انسان احساس راحت میکنه، احساس آرامش میکنه. چون من با کسی ارتباط دارم که او از همه قوی تر است، با کسی ارتباط دارم که او ذات مقدس است که همه کس بر از او احتیاج هستند، ذاتی است که رب العالمین است، این دنیا و آخرت. از خاطر انسان مسلمان که هست همیشه از خدای متعال جل جلاله چی دعا میکنه؟ میگه ربنا، ای پروردگارا، آتنا فی دنیا حسنه، خدایا هم بر ما در دنیا نیکی نصیب کن و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم نیکی و حسنه را نصیب کن، و قنا عذاب النار، و پروردگارا ما را از آتش دوزخ نجات بده. به این شکل اینمی ایمان داشتن و ارتباط داشتن قوی با خدای عزوجل این سبب چی میشه، نتیجه چی میشه که ارتباط با خدا داشتی بر انسان چی حاصل میشه؟ آرامش روانی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خلاصه کل گپ که آگاه باشین که با ذکر خداوند، با یاد خداوند، با تطبیق احکام خداوند قلب های انسان چی پیدا میکنه؟ آرامش پیدا میکنه. استاپ. Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger.